خب دوستان، توی این ویدیو با هم دیگه میریم تا آمار فروشگاه خودمون رو ببینیم و ببینیم که فروشمون به چه صورت بوده، تحلیلاش رو ببینیم و با تم بقیه بخشای فروشگاه که توی ویدیوهای قبلی براتون توضیح ندادم آشنا بشیم. خب دوستان، میریم تو فروشگاهمون و بخشای بعدیش هم نگاه میکنیم و مخصوصا بخش آمارش که مونده رو براتون توضیح میدم. خب وقتی که وارد پیشخانه خودمون میشیم، خب با بخش ووکامرس و محصولات آشنا شدیم، دستبندی ها، ساختن محصولات، پیکره بندی. تو بخش سفارشات من میتونم تمام سفارش هایی که برای من وجود داشته و هر کسی سفارشی داده رو اینجا ببینم، چه تاریخی سفارش داده، چقدر قیمت سفارشش بوده و اینجا میتونم انتخاب بکنم که سفارشش تکمیل بشه، تکمیل شده، نشده و میتونم اینها رو اونجا مدیریت بکنم و میتونم سفارش ها رو تغییر بدم وضعیتشون رو. و اینجا میتونم لیست مشتریانم رو داشته باشم، اگر مشتری ها یعنی اون نام کاربری که تولید کردم و درست کردم و ثبت نام کردن توی سایت من رو اینجا میتونم ببینم. خب الان در حال حاضر چیزی نیست، ولی میتونیم همه مشخصات اونها و سفارش هایی که تا حالا داشتن رو اینجا ببینیم. وقتی که سفارش ها دارید، این محیط خیلی محیط سختی نیست و خیلی راحت میتونید اینجا همه این مشخصات رو ببینید. خیلی چیز خاصی نیست، الان نیستش، نگران این نیستم که شما نتونید تحلیل ها رو ببینید. وقتی هم که اینجا گزارشات هر فروشی داشته باشید، میتونید توی یک هفته اخیر، توی یک ماه اخیر تمام این وضعیت فروشتون رو ببینید و میتونید حتی مثلا توی یک سال ببینید که حرکت فروش شما به چه صورت هست و نمودارش رو کاملا ببینید. پیکره بندی هم که با هم رفتیم، وضعیت فروشگاه شما رو نشون میده از لحاظ برنامه نویسی و نوع برنامه هایی که نیاز داره تا کار بکنه رو اینجا میبینید که تیک خورده و سبز و وضعیتش کاملا نرماله. این چیز خیلی خاصی نیست، بخش خاصی نیست. اگر بخواید افزونهای اضافه ای داشته باشید برای فروشگاهتون، اینجا هست این بخش کارت اباندانتمنت که توی ویدیو قبلی خدمتتون آموزش دادم که میتونید باش فروشتون رو بیشتر بکنید. تو محصولات هم که ما رفتیم و افزودن محصول و دستبندی ها، برچسب ها که گفته بودم خدمتتون و ویژگی ها رو با هم جلو رفتیم. یه بخش جدیدی اضافه شده به نام تجزیه و تحلیل. دقیقاً کارکردش میذارم این گزارشاته، ولی میاد یکم این رو خیلی با جزئیات بیشتر، یعنی اونجا ما فقط سفارش ها رو داشتیم، اینجا مثلا من میتونم ببینم که به طور مثال مثلا تو محصولات توی مثلا یک ماه اخیر یا از یک ژوئن تا الان کدومی که از محصولاتم فروش بیشتری نسبت به بقیه محصولات داشته. میتونم اینجا محصولات خودم رو آنالیز بکنم، یا مثلا میتونم ببینم تو کدوم دسته‌بندی ها یا کتاب ها بیشتر فروش داشته، یا پوشاک هم بیشتر فروش داشته، یا از کدوم از کوپن ها یا کد های تخفیف من بیشتر استفاده کردن. وضعیت کد های تخفیف خودم اونجا میتونم ببینم، یا اگر دانلود ها بوده کدوم دانلود ها بیشتر انجام شده. اینجا تو بخش پس تجزیه و تحلیل شما میتونید تمام اینها رو به صورت جزء به جزء آمارشون رو ببینید و اینجا میتونید بازه زمانیشون انتخاب بکنید که مثلا از ماه گذشته تا امروز، یا از هفته گذشته تا امروز، و همه اینها رو میتونید چک بکنید و اینجا میتونید کوپن های تکی یا بخواید دوتا کوپن رو با هم مقایسه کنید. همه اینها رو میتونید اینجا داشته باشید و میتونید همه اینها رو ببینید. یه مورد دیگه هم هست که بازاریابیه، که این از طرف خود فروشگاه یه سری آرتیکل ها و میشه گفت مقالاتی تولید میشه که به شما کمک میکنه که برای فروشگاه خودتون چه کارهایی بکنید که بتونید از طریق اونها فروش بهتری داشته باشید. اگر زبان انگلیسی مسلط هستید، خب پیشنهاد میکنم که حتما برید و اینها رو ببینید. مثلا میگه 7 راهی که بتونید با اتوماسیون ایمیل مشتریان خودتون رو درگیر بکنید، که این کار ما توی ویدیو قبلی کردیم خدمتون
آموزش دادم. یا مثلا میتونید خیلی چیزها موارد مختلف مثلا این در رابطه با فروش مواد غذایی به صورت آنلاین مثلا یه آرتیکل گذاشته و میتونید از این بخش بازاریابی آخرین آموزش هایی که در این رابطه هست رو اینجا چک بکنید. تقریبا میتونم بگم که بخش فروشگاه کامل تموم شده، همه رو خدمتون توضیح دادم و مورد دیگه ای نمیمونه برای این بخش که بخوام خدمتون توضیح بدم و امیدوارم که فروش خوبی داشته باشید، بتونید محصولات خودتون رو آنالیز بکنید و از محصولاتی استفاده بکنید که بتونید فروش بیشتری داشته باشید روی محصولاتتون. یعنی منظورم اینه که آنالیز داشته باشید، یه چکشون بکنید، ببینید هر کدوم از اینها چقدر بازخورد داره، چقدر فروش داره و بر اون اساس قیمتاشون رو بالا پایین بکنید یا براشون توضیح بیشتر بنویسید و به این صورت بتونید یک فروشگاه بهتری رو داشته باشید و بتونید فروش خودتون رو افزایش بدید. اگر که باز برنامه دیگه ای، ترفند دیگه ای، راهکار دیگه ای یا هر آموزش دیگه ای برای فروشگاه باشه در آینده، من حتما اینجا میذارم، این بخش رو حتما کنترل بکنید و بیاید و ببینید. اگر ویدیو جدیدی هست حتما ببینید و میتونه اون مطمئنن کمک شما باشه تا بتونید هرچه بهتر فروشگاه خودتون رو مدیریت بکنید و فروش خودتون افزایش بدید. خیلی ممنون از توجهتون، ممنون که با بخش فروشگاه همراه بودید. امیدوارم که بودین کدز بتونه در این زمینه هم موفق بوده باشه و کاملا از طریق این مجموعه ویدیویی که برای بخش فروشگاهی ساختم و با هم دیگه همراه بودیم تونسته باشید یک فروشگاه خیلی خوب و فوق‌العاده برای خودتون بسازید. اگر هر جاییش هم مشکل داشتید حتما با من مکاتبه کنید، هیچ مشکلی نداره، من کمکتون میکنم که بتونید فروشگاهتون رو هرچه که میشه بهتر بکنید و بهتر دیزاینش بکنید. خیلی ممنون از توجهتون، از طریق اکانت‌های سوشال مدیایی که این پایین هست با من در ارتباط باشید. ویدیوهای بعدی رو از دست ندید که میریم سراغ بقیه آموزش‌های ساخت صفحات و صفحات بهتری رو با هم دیگه خواهیم ساخت که شامل فروشگاه هم میشه. پس حتما ویدیوهای بعدی رو ببینید، توی اونجا ما میایم این صفحات فروشگاهی رو حتی بیشتر طراحیش رو روش کار میکنیم و از برنامه اودین بیلدر استفاده خواهیم کرد تا محصولات رو به شکل دیگه، به شکل‌های دیگه‌ای هم بتونیم توی سایت خودمون نمایش بدیم. پس حتما با من همراه باشید و ویدیوهای بعدی رو هم ببینید. خیلی ممنون از توجهتون، تا ویدیو بعدی روز خوش، موفق و پیروز باشید.